دعوای ناموسی پویان مختاری با مردم سر چیز نیلی و انتقام مردم از پویان. پویان کسه نیلی رو می بکنیم. با کسه نیلی رو که داداش میتونی با خودش صحبت کنی. من دروازه‌بان کسه نیلی که نیستم. مامان تو اگه دسترسی داری میتونیم بدی من بکنیم. اگر زیر 24 ساعت آینده عکس شورت خواهر مادرتو برام نفرستادن، من تخم پدرم نیستم، فهمیدی؟ تو خرجت 2000 دلاره مادر جنده. و همچنین حضور سهراب ام جی در خیابانهای نظام آباد، یعنی دقیقا محله‌ای که رضا پیشرو توش بزرگ شده، تا بگه بچه محلات هم هیچ کاره هم رفیقامون برا ببینن جغت میکنن، بیا سر چورو الان دارن عرق میخورن. میلرزونه این صدام پا تو نیستی، من دارم مت میکنم نظام آباد و جات. و واکنش رضا پیشرو به این اتفاق. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از اینکه بریم به دعوای ناموسی پویان با مردم، بهتره به سهراب ام جی یه سر بزنیم که همین چند ساعت پیش یهو یه عکس منتشر کرد که رفته توی نظام آباد و دقیقاً سر چهار راه معروفش جلوی ایستگاه مترو عکس گرفته و پست کرده. میلرزونه این صدام پاهاتو نیستی، من دارم مت میکنم نظام آباد و جات. یعنی در واقع سهراب خواست اینجوری بگه که اومده تو محله شما و کسی نبود بهم گیر بده. و از اون طرف هم رضا پیشرو که این عکس رو دید نوشت 1000 تا عکس هم بندازی نمیتونی اونجا بزرگ شی، شبم بیا. بله خلاصه گویا این درگیری ها داره جدی تر میشه و سهراب ام جی هم شانس آورد که بچه محله پیشرو نریختن سرش و دعوای فیزیکی نشد. و اما از اون طرف هم پویان مختاری به تازگی رفته بود توی کلاب هاوس که مردم ریختن سرش و حسابی بهش تیکه انداختن و برای این که برن رو مخش بهش میگفتن نیلی رو برامون بیار باهاش کارهای اداری انجام بدیم. پویان کسه نیلی رو می بکنیم. کسه نیلی رو که داداش میتونی با خودش صحبت کنی. من دروازه‌بان کسه نیلی که نیستم. من درست شو بخوای مرزاد جان، مرزاد جان من دروازه‌بان کس نیلی نیستم، ولی تو اگر مثلا مامان تو اگه دسترسی داری میتونیم بدی من بکنیم. خداش خیلی تو کف نیلیم. منم به خدا تو کف مامانتم. یه میک خوشگل برای مامانش بزنید. من مامانمو میارم، تو نیلی رو بیار. داداش بچه ها دارن میکرو خوب دارن به مامانت بزن مایکو به عشق مامانه. نه اونا باشای بلیگی میزن. میتونستی مامانت از 9 صبح تا 5 و از هزار کجا میره اونجا اومدی زر میزنی؟ میدونی؟ چی میگی کس شعر میگی؟ یه میدونی مامانت از 9 تا 5 کجا میره؟ اگه ایشون کس کش یه مادرتو کرده که بهش میگی کس کش. آره دیگه فکر کنم خودش میدونه، خودش اصلا بلده. مرزا جان شما از قیافت داداش، از این ابروهای خوشگلت و اون عکسی که با اون ماشین کیری معلومه چیه چیه این ماشین بچه گرفتی معلومه که اصلا به خوشگل تر نیستم. قربونت برم جون، تو چجوری تو فقط صحبت کن. مهزاد جان مهزاد شانتانی مهنازه نه اسم مامانش مهنازه، اسم خودش مهنازه. مهزاد جان ما تو نیزم با پویان هست. مهزاد جان پویان نه و آقا پویان مادر که اون یه رد خفه شد مادر کسته. مهزاد جان شیرم تو قبر آقات، گوش کن شیرم تو خفه شد. این دکمه سیکتیر دست منه، ببین دکمه یکی تیره تو میزنیم. آره سیکتیر دست منه، یه لحظه خفه شو.
کیم تو قبر مرده و زندت کسکش میگم خفش مادر کونی مهزا جان خفش مادر کیم تو قبر مرده بودم مهزادم میتونه بیاد باقه امشب گیلاس نه امشب مهزاد مادر کونی تو اون سیس کیریت میخوره چیز باشی از این بچه های باشی که توی مدرسه کونت میذاشتن خوار کسه ما کونه مردم میذاشتیم تو نیلی رو واسه اون بیا جون تو فقط حرف بزن خفشو کس کش مولام علی بکن پویان یه رسه پویان یه اولا که نیلی رو داداش بگو شما بگو داداش یه رقم هایی که تو باز کن داداشت نیست همون جا بچه کس خالی بهم میگه بگو پسرم پسرم هایی که تو باز کن من دو تا دختر الان اینجا پیشم هست خب یکی سمبالا یکی سمپاین کدوم رو میخوای برای بفرستم نیلی رو میخوام من بسکشی میگه تو خب ببین من به جاش خب سمپاین رو میفرستم که آبجیته سمبالا رو هم برای میفرستم نیلی رو بفرست نیلی مهزاد آبجیت ما الان من و این آقای مهدی عادل میخوایم بکنیم قبوله؟ من بار عدم گایدی دار مهزاد جان ما اصلا فرض بگی که نیلی رو میفرستیم شما آبجیت رو میفرستی؟ مامانه تن میفرستم نه مامانه دیگه مهدی عادل میخواد من که نمیخواد من کسی کیری نمیخواد آبجیت رو تو پایین نه من کسی کیری نمیکنم بویان تو نیلی رو بفرست خیلی واسه میفرستم داداش من مسئول نیلی نیستم خودت باید بهش دایرکت بدی خودش اگه قبول کنه میاد ولی مامانت اوکیه چیکار کنم تو نیلی رو بفرست بابا مادر جنده من بیان اصلا با اون در ارتباط نیستم بویان نفهمه دیگه اونی که خره نمیفهمه ای تو میگی نفهمه مهزاد میخوام یه چیزی از اینجا بهت اعلام کنم کیرم تو قبر اون که تو رو انداخت خب اون کسی که تخم توی مادر جنده رو انداخت واسه سیکتی رو بذارم گمشی پایین خار کسته از اون پایین صدای ما رو بشنو بعدم این که مادر کونی من این چند دقیقه که صبر کردم که باهات داشتم صحبت میکردم فارکوسه داشتم آمارتو میدادم تیم سایبری من یه تیم دارم اینجا سایبری هم داشتم آمارتو میدادم اگر زیر 24 ساعت آینده عکس شورت خواهر مادرتو برام نفرستادن من تخم پدرم نیستم فهمیدی؟ تو خرج 2000 دلاره مادر جنده خب توی همون شهرستانی که هستی من خودم بچه شهرستانم ولی توی همون شهرستانی که هستی من ناموس تو رو میگم فهمیدی چی میگم توی 24 ساعت آینده ناموس نه ماکسیمومشو گفتم ماکسیمومشو گفتم آخه من همین تایمی که داشتم باش صحبت میکردم پولشو زدم پولشو نه داداش من یه تیم مافیا گنگ دارم اینجا داداش یارو خارکسته سپاه پاسداران داداش ما با طرف توی مادر جنده جیگولی مادر جنده تو که ناموستو میگاییم خارکسته تو که اصلا گنده مملکتتون کیر ما رو نتونست بخوره تو که پشمه بیا آقای نارو بل کنید دختره پایین رو دیدین تا پیان دیدن رفتن عکس سیکسی گذاشت تا بیان بالا در حد انتون بذاری مهدی عادل بیادبه کیره در مهدی عادل این مهرد کیره اکبر در کی کیه بچه شما فکر کنم چیز شدید آه همه تون جقید ها امشب پویان برو تای آدینس رو ببینم این آقای اکبر بهتری که اکبر بهتری عکس مامانشو گذاشت بله اینم از دعوای ناموسی پویان مختاری با مردم.
حالا نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون حق با مردم بود یا پویان؟ و همچنین فکر میکنید سهراب کار درستی کرد که رفت نظام آباد یا نه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.